عزیزان، در دو درس پیش کلیاتی راجع به دیالوگ دموکراتیک چی هست، چرا لازم هست، روحیه غالب بهش چی هست صحبت کردیم. حالا توی درس سوم وارد یه بررسی سیستماتیک میشیم، وارد مراحل مقدماتی، طراحی، پیاده کردن و بعد هم بررسی نتایج، مرحله به مرحله جلو میریم ببینیم یک پروژه دیالوگ دموکراتیک رو چجوری میشه از آب در. آغاز دیالوگ معمولا با یه احساس فردی، گروه‌های، سازمان‌هایی هست که شرایط موجود قابل قبول نیست و در ضمن برون رفت از این شرایط در ید اون سازمان، دوستانش یا مؤتلفینش به تنهایی نیست. نیاز به مشارکت گروه‌هایی داره که اختلافات عمیق تاریخی در لحظه شروع دیالوگ بعضی اوقات حتی غیر قابل پل زدن وجود داره، ولی نیاز به انجام یک کار چند صاحبه، نه فقط چند جانبه ولی چند صاحبه، باور به اینی که خودشون نمیتونن صاحب مطلق این پروژه دیالوگ باشن و باید با صاحبهای دیگری در یک پروژه مشترک همکاری بکنن. بنابراین مرحله اول کار بررسی امکان پذیری یک دیالوگ یا لوازم ایجاد شرایط موفقیت دیالوگ است. در تمام این کارام اصولی رو که قبلا توی درس‌های پیش بهش اشاره شد راجع به روحیه دیالوگ باید رعایت بشه و یه مرور منظم‌تر الان می‌کنیم که این اصول چی هست، برای اینکه از اول کار تا آخر کار این روحیه باید غالب بشه به فرایند دیالوگ دموکراتیک. راجع به یه سری اصول، یه سری اهداف، یه سری خصوصیات و نوعی رفتار برای موفقیت دیالوگ دموکراتیک صحبت میکنیم. اصولی که قبلا هم بهش اشاره شد، فراگیر بودن این فرایند، یعنی نیروهای مختلفی، حتی نیروهایی که تا حالا فرصت صحبت کردن، اظهار نظر راجع به موضوع دیالوگ نداشتن، باید وارد کار بشن، باید نظرشون جلب بشه، تمایلشون به وجود بیا. اصل مالکیت مشترک، یعنی قبول کردن اینی که فقط یک نیرو صاحب این فرایند نیست و نمیتونه باشه، اگه یه نیرو بتونست کار رو انجام بده اصلا دیالوگ لازم نبود. اصل آموختن به جای آموزگاری، یعنی این روی کرد که همه شرکت کنندگان در فرایند دیالوگ اول با این روحیه که میخوان یاد بگیرن، میخوان یه چیز جدیدی رو که تا حالا بهشون خطور نکرده، زاویه جدیدی رو راجع به اون موضوع در بیابن، از دیگری بیاموزن. ممکنه به نظر کلام ساده‌ای بیاد ولی باید قدری درش تعمق کرد. انسانیت، یعنی روحیه گرامی داشتن حق دیگری، حق حتی مخالف و اجتناب از اینی که بازی برد و باخته، بازی فقط سر اینی که کدومی که از منافع غالب میشه،
و در ضمن یه دید دوربرد. دیالوگ برای رسیدن به یه موفقیت آنی و یا یه برد و باخت آنی نیست. اهداف دیالوگ، هدف اولی جلب تمایل همه نیروهایی هست که باید در این دیالوگ شرکت بکنن. اگه دیالوگ ملی هست، تمام نیروهای ملی باید در شریک باشن. ایجاد شرایط تحول فکری، اگه همون جایی هستیم بمونیم با همون پیشفرضای سابق، گامی به جلو بر نداشتیم. هم باید تحول پذیر باشیم، هم باید جو تحول پذیری رو برای همه غالب بکنیم. ایجاد تمایل برای تحول پذیری رو در بقیه القا بکنیم. آموختن عمیق از همدیگه، فقط راجع به اطلاعات دیروز و امروز و دانش راجع به یه چیز سطحی نیست، واقعا در عمق وجودمون یاد بگیریم، نقطه نظرهای دیگران رو بیاموزیم. ایجاد یه حس امنیت برای همه. محیط دیالوگ نباید محیطی باشه که کسی احساس خطر میکنه، کسی احساس میکنه، احساس خریدی میکنه در اون محیط، احساس میکنه حرفشو نمیتونه بزنه، احساس میکنه که با یه روحیه یا موضع فکری دفاعی وارد شده. باید واقعا احساس بکنه که خطری متوجهش نمیشه، اشتباهش فردا به رخش نمیکشن، پلو یاران خودش که به نمایندگی از اونها اومده ارزشش کمتر نمیشه به علت کارهایی که کرده. اینم خیلی کار لازم داره برای اینی که فضای دیالوگ فضایی باشه که همه احساس امنیت در اون بکنن. و بعدم تعهد به تغییر پایدار، نه این که تو یه جلسه با هم بنشینیم برخیزیم و احساس نزدیکی در اون آن بکنیم ولی تحول پایداری به وجود نیامده باشه، فردا فراموش بشه. خصوصیات یک دیالوگ که از جمله یه اصل بسیار مهم، احترام متقابل، نه فقط وانمود کردنش، احساس احترام متقابل، دیدیه که بدون اون خیلی مشکله انتظار داشته دیالوگ موفقیت آمیز باشه. شفافیت، اگر بازی بکنیم با حرفایی که با برنامه قبلی اونجا میخواییم پیاده بکنیم و اون چیزی که در اون لحظه حس میکنیم با شفافیت بیان نکنیم در یه فرآیند دیالوگ، طرف متوجه میشه و از احساس اعتماد که مهمترین چیز، مهمترین نتیجه مشترک یه فرآیند موفق دیالوگ باید باشه، کاسته میشه. باز بودن اذهان، پیش داوری نکردن، آمادگی برای پذیرش یه ایده جدید، برای اینکه خودمون رو منتقل بکنیم به جایی که با یه نقطه نظر دیگری نگاه بکنیم به همون موضوع. فهم درد طرف مقابل، این یه بعد احساسیه، بعد فقط ذهنی نیست. خیلی از شرکت کنندگان در دیالوگ با زخمهای روحی، با دردهای تاریخی وارد این میشن و اگه تفاهم متقابل به وجود نیاد، امکان اینی که این سیر حلزونی رو به ارتفاع باشه وجود نخواهد داشت. بردباری و رواداری، خیلی اوقات آسونه طرفین از کوره در برن. در یه دیالوگ میشینن با کسانی صحبت میکنن که الزاماً سابقه صحبت کردن و با اونا رو نداشتن. حرفای ممکنه در بیاد که تحریک‌آمیز باشه. اگه اون حرفا رو بخوان ببرن در میان جمع خودشون بزنن، ممکنه بسیار ناگوار باشه. ولی تحملش، بردباریش تا برسن به اون نقطه تفاهم متقابل لازم هست. و انعطاف پذیری، با یه دید خشک نمیشه وارد یه فرآیند موفق دیالوگ شد.
رفتار شرکت کنندگان در یه دیالوگ. باز رفتار، رفتار پرسش و آموزشه، نه رفتار اثباتی، نه رفتار تحکیم دیالوگ به دیگری، رفتار جلب دیگری برای مشارکت با سهام مساوی در فرایند دیالوگ، گوش کردن با حس همدردی و سعی در منعکس کردن فهم خود، برداشت خود به دیگری بدون اینکه از زاویه‌ای باشه که او رو برونه، زننده باشه براش. کشف پیش‌فرض‌های خود و طرف مقابل گاهی اوقات در فرآیند دیالوگ روشن میشه که خیلی از نتایجی که ما بهش رسیدیم قائم به پیش‌فرض‌هایی بوده که قابل تغییره، قابل تحوله، پیش‌فرض‌هایی که خودمون مورد پرسش قرار ندادیم راجع به خودمون، راجع به ساختار فکری خودمون در ارتباط با اون موضوع. و هیچ مانعی هم نداره که از آن بکنیم به داشتن احساس و عقاید خودمون اگر با صمیمیت بیان بشه. این احساس و عقاید میتونه نکته جالبی برای طرف مقابل باشه. هنر پیشبرد دیالوگ یه چیزی که کارگزاران خود تبحر پیدا میکنن که چه جوری این احساس رو در و مهارت رو در شرکت کنندگان دیالوگ به وجود بیارن که عقاید خودشون رو بگن بدون اینی که طرف رو برانن از خود، با صمیمیت، با روحیه اینی که من میخوام از تو یاد بگیرم، این هم ایده های من هست. و به هر حال آخرش این تحولی که در همه شرکت کنندگان در دیالوگ به وجود میاد باید یه مسیر فکری جدیدی رو هم به وجود بیاره، باید خودمون رو هم وفق بدیم. یعنی کار تطبیقی با آموزه‌های جدید در پیشرفت یه فرایند دیالوگ بسیار مهم هست. خب حالا میتونیم به صورت سیستماتیک وارد مراحل یه دیالوگ دموکراتیک بشیم. گام اول کاوش راجع به امکان دیالوگ است. همونجوری که یادآوری شد وظیفه اول کارگزاران اینه که بدونن امکان پذیر هست یه دیالوگ موفق میتونه باشه، پاسخ صحیح به مشکلی، به شرایط غیر قابل تحملی که به وجود اومده هست یا راه‌های دیگری جز دیالوگ وجود داره که به اونها هم خواهیم پرداخت. در وهله اول یه ارزیابی سریع مقدماتی میشه. این کار معمولا با منابعی که در دسترس هست کار سریعیه، نمیتونه پرخرج باشه، نمیتونه وقت زیادی رو بگیره. یه مرور مقدماتی راجع به اینی که هویت مطرح کنندگان این دیالوگ چی، خواستشون چی، نفوذ و نیروهای اونایی که متعهد هستن و واقعا میخوان یه دیالوگ به وجود بیاد چی هست، سابقه این موضوع در اون مضمون، در اون زمینه فرهنگی و سیاسی که وجود داره چی هست، تاریخچه‌اش چیه، فعالیت‌های قبلی وجود داشته در این جهت، موفق تا حدی بودند، شکست خوردن، یأس ایجاد کردن، آیا چیزی در این صحنه عوض شده، چیز جدیدی اتفاق افتاده، مثل اینی که یک تحول عمده سیاسی در سیاست خارجی، کنار رفتن یه رهبر را یا رهبری که برای مدت طولانی اونجا بوده و ممکنه ریشه مشکلات هم اونجا باشه، این آیا امیدی به وجود آورده برای یه تحول، برای اینی که نتیجه این دیالوگ
بتونه راه برون رفتی از شرایط غیر قابل تحمل کنونی باشه. چه نیروهای دیگری رو باید دخیل کرد؟ نیروهایی که بدون اونها دیالوگ دموکراتیک کامل نیست، جبهه جناحی میشه، رقابتی میشه. چه کسان دیگری به فکر این دیالوگ هستن؟ ممکنه جاهای مختلفی به این نتیجه رسیده باشن که الان یه احتیاج به یه دیالوگ هست. خب رابطه با اونها چی میشه؟ نباید اونها به صورت رقیب نگاه کنن، نباید چند تا پروژه دیالوگ ملی، دیالوگ دموکراتیک فراگیر به موازات همدیگه در رقابت همدیگه پیش برن. بعد از این ارزیابی سریع مقدماتی، اگر نتیجه این بود که شرایط لازم لااقل در این بررسی مقدماتی فراهم هست، اون وقت دنبال ارزیابی جامع میرن کارگزاران. زمینه، مضمون، شرایط محات بر مشکلاتی که این دیالوگ رو به وجود آورده، عاملین دیالوگ از افراد، نهادها، اونایی که مؤثر هستن باید شرکت بکنن، و موضوع دیالوگ، اینها مورد بررسی قرار میگیره. این فرایند ارزیابی جامع میتونه وقتگیر باشه. مهمه که عجله نشه در این امر. مرحله بعدی، بعد از اینکه ارزیابی جامع هم به این نتیجه میرسه که یه دیالوگ دموکراتیک ممکن هست یا خودش کمک کرده شرایط لازم رو به وجود بیاره، طراحی یه دیالوگ. اصول دیالوگ دموکراتیک نمیاد یک متد خاص رو تجویز بکنه و به صورت یه الگوریتم بگه که این قدم یک، این قدم دو، بلکه بیشتر سعی میکنه تجربیاتی رو، گزینه‌هایی رو، روش‌های مختلفی رو در یه مجموعه در اختیار طراحان دیالوگ بذاره. اونایی که کارگزارانی که تجربه دارن در امر دیالوگ ضوابطی دارن که بعضی از این ضوابط میتونه قدری پیچیده باشه، بعضی از این ضوابط استخراج شده از تاریخ مبارزات مسلحانه، از کارگزاران ایجاد صلح در جایی که جنگ داخلی بوده، تنش‌های شدید وجود داشته. بعضی از اینها از صحنه تجارت میاد، حل اختلافاتی که بدون حل اون همه طرفین میتونستن چیزهای مهمی را از دست بدن و لازم بوده که وارد یه فرایند چند صاحبه، یک فرایندی که موضوعش فقط بحث و اثبات و برد و باخت و اینها نیست و ایجاد شرایط جدیدی محط بر روابط بینشون هست، که حالا بعدها خیلی از این استفاده خواهیم کرد از فرایندی که به اسم MSP معروف است و در دانشگاه واگنینگن در هلند یه مجموعه ای از ابزاری که در MSP ازش استفاده میشه، یعنی یه فرایند چند صاحبه، مالتی استیک هولدر پروسس بهش میگن، ازش استفاده بشه. در مجموعه اینها کمک میکنه برای اینی که در مرحله اول انتخاب بکنن طراحان دیالوگ میان گزینه‌ها و روش‌های موجود، یا ترکیبی از اونها و یا حتی ترکیب اونها با نوآوری در هر مورد خاص. بعد از انتخاب گزینه مطلوب، یک
پیشنویس یه طرحی باید تهیه بشه برای تصویب اصحاب دیالوگ، یا اونایی که مقدمات دیالوگ رو فراهم کردن، یا بهتره که پیش برن و بعضی از اونهایی هم که شریک کردنشون لازم بوده رو هم شرکت بدن در تصویب. اینجا هست که این بازی حلزونی اهمیت پیدا میکنه، برای اینکه جزی از این طرح میتونه ایجاد شرایط دخیل کردن نیروهایی که تا حالا نبودن توی کار رو با موفقیت به انجام برسونه، ولی بعد از خود اونها هم باید استفاده کرد برای تصویب، برای صحه گذاشتن روی این فرایند دیالوگ. و تعیین منظم اهداف، عاملین، فرایند دیالوگ و قواعد حاکم بر این دیالوگ خاص، که راجع به همه اینها مشهور صحبت خواهیم کرد. و آخر منابع لازم، منابع انسانی، منابع مالی، منابع تکنیکی و منابع دانش و علم و تجربه کار که نزد کارگزاران، از کارگزاران لازم. بعد از طراحی و تصویب، فرایند برگزاری دیالوگ در پیش هست. اینجا باید به صورت صریح‌تر صلاح دید نیروهای ذی‌نفع و جمع‌آوری بازخورها، نتایجی که از اون مرحله دوم شناخت عمیق شرایط دیالوگ استخراج شده، اینجا وارد کار کرد، وارد مرحله مقدماتی فرایند برگزاری کرد. ارزیابی از نیروهای مختلفی که توی صحنه وجود دارن، نیروهایی که بالقوه میتونن مخرب باشن، چجوری با اونها رفتار کرد، میشه داخلشون کرد، اگر داخل نمیشه چطور میشه خونساشون کرد، و این امر فراگیری که از اول بهش اشاره کردیم، دخیل کردن جامع نیروهایی که مربوط میشن به اون موضوع. برای اینکه این رسالت دیالوگ، رسالت دیالوگ نیست که یه عده موفق بشن یه عده دیگر رو حذف بکنن، تا برسیم به تصویب نهایی توسط تمام نیروهای ذی‌نفع. این فرایند برگزاری مرحله است که اعتماد سازی درش خیلی مهمه، و هویت برگزاری که در دو درس اول بهش خیلی اشاره کردیم مهم میشه. هویت بی‌طرفی باشه، هویتی باشه که اعتماد سازی بکنه، هویتی باشه که احساس امنیت در شرکت اینجا رو از کسی، از هیچ کدوم از شرکت کنندگان نگیره، و توانه این رو داشته باشه که روی همه رو به هم دیگه بگشایه برای یه روحیه مثبت آغاز کار. مرحله نهایی پیاده کردن و اجرا هست. در پیاده کردن و اجرا، اول یه سری کارهایی برای آماده سازی، مثل تعلیمات، مثل ظرفیت سازی. بعضی از این نیروها در آغاز کار ممکنه قبول کرده باشن بدون تعمق زیاد که وارد فرآیند دیالوگ بشن، ولی ممکن هنوز ظرفیتشون درونن تأمین نشده باشه، و اینجا هم یکی از مشکلترین کارهای متخصصین دیالوگ این هست که ظرفیت سازی بکنن برای قبول روحیه غالب برای شرکت موفقیت آمیز در دیالوگ. توی خود نشست‌ها البته کارهای میان گروهی انجام میشه. همه این کارهای میان گروهی باید با توجه به این امر باشه که ظرفیت سازی در درون اون گروه هم باشه، نه فقط مخاطب یا شرکت کننده نماینده اون گروه در فرآیند دیالوگ است. البته بین نشست‌ها که ممکنه بعضی اوقات
فاصله بین نشست های مختلف که ممکنه یک سال، بیشتر از یک سال همه فرایند طول بکشه، ممکنه یه ماه دو ماه فاصله باشه بین بعضی از نشست ها، مسئله ارتباطات و پیگیری بخش عمده ای هست برای این آماده سازی که شده همیشه به روز بشه، همیشه به جلو بره و عقب گردی درش نباشه. در کل این فرایند، در تمام مراحلش، یک کار جنبی هم داره اتفاق میفته. میتونیم بگیم این مرحله پنجمه، ولی مرحله پنجم اجزایش همزمان با مراحل قبلی دائم در حال پیشرفته. باز این یکی از معانی این سیر حلزونی هست، بازنگری و ارزیابی مستمر از این که چی داره اتفاق میافته، کجا مشکلاتی داره به وجود میاد، کجا پیشرفت هست، چجوری اون مشکلات رو حل بکنیم، به چه نتایج خوبی رسیدیم که قدم‌های بعدی رو تسهیل میکنه. فرایابی پیشرفت مرحله‌ای و بعد تطبیق دادن فرایند با اون، گاهی اوقات وسط راه باید یه تغییراتی داد که مثبت هست، برای بهره برداری هست از نتایجی که در میان راه فرایند دموکراتیک دیالوگ بهش رسیده، و گزارش دادن به تمام صاحبان دیالوگ به این فرایند چند صاحبه. این هست که همه این مراحل مختلف رو باید در ارتباط با هم دیگه و گاهی اوقات پیشرفت در یه مرحله بعدی و بازگشت به بعضی از کارهای مرحله قبلی، در حالی که همیشه این به صورت مستمر، این بازنگری و ارزیابی و تطبیق داره انجام میشه، به عنوان یه مجموعه، به عنوان یه بسته لایتجزا به این مراحل نگاه کرد.